ساعتی پس از کشته شدن یک کارمند زن در یک مرکز پناهجویان در سوئد، نخست وزیر این کشور از این مرکز بازدید کرد و وعده داد که نیروهای امنیتی بیشتری را برای تأمین امنیت در محیط‌های کار این چنینی اختصاص خواهد داد. یک کارمند 22 ساله این مرکز در جنوب غربی سوئد با چاقو هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. یک پناهجوی 15 ساله به اتهام قتل بازداشت شده است. نخست وزیر سوئد میگوید زنی که در این مرکز کار میکرد یک کارمند فوق‌العاده بود که در بخش بسیار مهم نظام رفاهی کار میکرد. کارمندان باید در محل کار احساس امنیت کنند، اما در این مورد چنین نبود. حالا یک نفر مرده و ما باید به خانواده‌اش، دوستانش و کارمندانی که همکار او بودند فکر کنیم. این یک تراژدی است. در مرکزی که این اتفاق رخ داده است، 10 پناهجوی بدون سرپرست با سن بین 14 سال و 17 سال سکونت داشتند. در پی بالا گرفتن ناآرامی‌ها در سوریه و عراق که منجر به افزایش شمار پناهجویانی شد که به اروپا می‌روند، سوئد و آلمان از معدود کشورهای اروپایی بودند که درهای خود را به روی پناهجویان باز گذاشتند.